هفته خبر تو خبر خبر داره براتون، از آخرین روزهای انتری نژاد، از آخرین تفهم زدناش و آخرین دفاعش از دولت سیب زمینی و گوجه فرنگی. ما 2-3 ساله که مقام اول رو داریم در سرعت پیشرفت علمی. اینو ما نمیگیم که دیگران بگن. مگه موجود زنده نفرستادیم به فضا؟ این دیگه اوج علم دیگه. شما موجود زنده رو بفرستید تمام علائم حیاتیشو کنترل کنی از آسمون تا پایین، با اون شتابی که به این وارد میشه، میخواد بره یه موجود نحیف 7-8 کیلویی 5-6 کیلویی، این رفته تو آسمون برگشته کنترل کردیم. الان پرتابگرای ما چند هزار کیلومتر میره. دولت هیچ نقشی نداره واقعا تو اینا؟ دولت هیچ تأثیری نداره؟ چرا یه گوجه فرنگی 2000 گرم میشه میگه مسئول دولته؟ اما وقتی ما موشک میفرستیم آسمون میگه دولت کاری نیست. خب کی کاری هست؟ ببینم داری ما رو دست میندازی. درست گفتید. دارین تشریف میبرین دیگه نه؟ خدافظی از این موضع هست. بالاخره باید با مردم بگیم مرد بخلی توان ما نمی بوده دیگه. این که سید علی تریبون تیویریش رو داده دست انتری تا اینطوری از دولتی که تا دیروز انحرافی بود تعریف کنه، به خاطر اینه که عظما میخواد جلوی شیخ فری و اکبر کوسه کم نیاره و بگه اوضاع نظامش اونقدرام بد نیست. اما اوزی خبر نداره که دوران اینجور شکسته بندی ها دیگه گذشته و با این کارها نظام بیشتر جر میخوره و بسیجی ها بیشتر گیج میشن. روی بحث تورم آیا دکتر احمدی‌زاده معتقد تورم ما الان رو 31% و حدود مثلا 30.5% متوقف شده؟ آماری که آقای دکتر روحانی دارن حدود 40% و 43% رویشون دارن میگن. در بحث اشتغال هم آقای دکتر احمدی نژاد معتقده ما در طول 8 سال 8 میلیون شغل ایجاد کردیم، یعنی متوسط سالانه حدود 1 میلیون شغل. بله. از اون طرف مرکز آمار آمار ایجاد شغل رو یه چیزی حدود 78000 نفر در سال اعلام کرده و خیلی اختلاف داره. آقای دکتر احمدی نژاد حدود 50 میلیارد دلار ذخیره ارزی رو برای دولت پایان دولت گفتن، این در حالیه که مثلا اون طرف معتقدن که الان ما ذخایر ارزیمون کمتر از 10 میلیارده و این حدود 30 میلیارد بیشتر مطالباتی است که ما اصلا نمیتونیم روش کار بکنیم به خاطر حالا تحریم هاست یا به هر دلیل دیگه. مشخصه که دستی به قلم طنز دارن هم در سایت ها نوشته بودن که آماری که آقای احمدی‌نژاد داد یه جوری آمار داد که کندن ما یه چیزی هم به دولت بدهکاری. یکی دیگه از فعالیت‌های مموتی در این روزهای آخر اجرای پروژه از خودم مرسیه، یعنی چپ میره راست میاد هندونه میذاره زیر بغل خودش و همباندیاش. به اینجا آمده ایم تا از سوی جناب آقای دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور محبوب کشورمان و همه اعضای دولت مراسم تقدیر به جا بیاوری. جناب آقای دکتر احمدی نژاد که خود پیشنهاد دهنده این مراسم تقدیر بود، به خاطر کار سنگین و فراوان و خستگی مفرط از سفری که اخیراً داشتن و افت فشار خون و درد زانو نتوانستن در این مراسم شکوهمند تقدیر حاضر بشن. البته بود و نبود آقا محمود زیادم فرق نمی کنه، چون اگه می اومدم حتما دوباره تقدیرش تو زرد از آب در می اومد مثل این یکی. 3 ماه پیش وقتی به رسم قدیمی ایام پایان دولت به همه از جمله زنان نمونه جایزه می دادند، یه سویچ پراید بهشون دادن تا خود پراید رو هم بعدن بدن. اما بعد از مراسم سویچ پراید ها تحویل گرفته شد به خاطر اینکه جا به جایی بشه اونجا داخل پارکینگ ببرن کارهای سندش انجام بشه و به ما تحویل بدن. هنوز پس از گذشت 3 ماه با تمام پیگیری هایی که انجام شده خودروها رو به ما تحویل ندادن. تقدیر کشکی فقط به همین یکی دو نمونه ختم نمیشه، بلکه به یک سنت توی این نظام تبدیل شده. من پارسال از مسابقات جهانی برگشتم، مسئولین شهر فرماندار شورای شهر یک دستگاه خودرو پراید به من دادن. این خودرو تقریبا الان 1 سالی میشه که تو پارکینگ خونه افتاده، نه پلاک داره نه سند داره نه کارتی چیزی هیچی نداره، یعنی خود یعنی هیچ استفاده ای نمیشه ازش کرد. شرکت صاحب هم تا پول خودرو رو تحویل نگیره سند و مدارک ماشین رو نمیده. این شد که این موضوع گذشت تقریبا 2 هفته قبل مسابقات دانشجویان بود که از فرمانداری تماس گرفتن گفتن این ماشین رو باید پس بدیم به شرکت سایپا. بله، این یه نوع سرکار گذاشتن در ابعاد دولتی و ایکس لارج بود، حالا این هم یک سرکاری با سایز اسمال.
از معضلات دیگه سید علی آمپر فشار تحریم است که هر روز بالاتر میره و مجبور هرچی رادیاتورهای عمامه به سر داره رو به کار بگیره تا شاید اون رو پایین بیاره. ما در توحید زجری نکشیدیم، شکنجه نکشیدیم. ما توحیدمونو باید بیایم زیر کولر، لوستر، فرش دست باف. ما چه زجری در توحید داریم. این تحریمایی هم که به هممون فشار رو برده به طور یقین، امیر المومنین میفرمد مدتش دائمی که نیست، رد میشه. اهل توحید از طرف اهل شرک بلا میبینن، زجر میبینن، تحریم میبینن، محاصره میبینن، ولی سفارش کردن از دایره توحید بیرون نریم. یکی دیگه از راه‌های خارج نشدن از دایره نظام سکوته، یعنی فقر و گرونی هر بلایی هم سرت آورد به هیچ کی نگو، چه برسه به اردوکشی خیابونی. اگه جوونی بیاد بگه من ورشکستم، بدبختم، بیچارم، پول ندارم، نون ندارم، حالا تو جمع مسجد بشینه به اطرافیاش بگه، اولا این جوون عفت نداره. عفت مرد در اینه که فقرش رو بیان نکنه. مرد نباید بگه. حاجی کلک، خر خودتی. مرد نه فقط به اطرافیاش میگه، بلکه پاش بیفته با یه بارانداز کلت میکنه. در حالی که سپاه قدس تو عراق از زامر خارج شده و راه به راه ثبات عراق رو میترکونه، این خرس قهوه‌ای و مهمون پشمکش از راز ثبات عراق اینطوری پرده برداری میکنند. عراق چرا؟ حالا شما اون روز فهمیدید من خیلی برام جالب، عراق چرا تونسته ادامه پیدا بکنه؟ چرا یک ثبات توش جنگ نیست؟ و علت نظام داشتنش اینه که در مجموع تحت تأثیر این نظام ولایت و امامت و این نظام رو در کلیت خودش قبول کرده. این آرامش رو داره، این ثبات اینجوری داره. برای جنبندی این بخش از خبر تو خبر، یک فیلم نمادین رو از بنبست نظام سید علی و سرنوشت نوچه‌هاش تو منطقه می‌بینیم. توی این اوضاع قاراشپیش نظام ترس به یک اپیدمی جدی تبدیل شده. این شیخ زهر ترک پیامدهای این ترس غیر نرمال برخی مقامات رو اینجور توصیف میکنه: اما این ترس ها باید معقول باشد، یعنی اگر کسی از مرگ بترسه و عرض کنم که دیگه یواش یواش محتاج بشه گل گازوان براش دم بکنن یا قرص کپسول بخوره، معلومه که به قول آقایان این ترس نرمال نیست، خلاصه معقول نیست. ترس از مرگ هست، اولیا هم میترسیدن، بزرگان هم میترسیدن، اما هیچ کدوم سر این مسئله دارو نخوردن که دارو بخوره، مال خولیا بگیره، زندگی بیفته. من دیدم در بعضیا این یه نوع بیماری میشه، معتدل نیست. آخوند شیکنبه که خودش مالی خولیای ترس گرفته، این ترس رو واسه پامنبریهاش اینطوری ریشه یابی میکنه: خب مرگ در بد و امر برای هر انسان یکی از سختترین سختی هاست. جدا شدن از دنیا، زن و بچه، مال و منال، و بعد روح آدمو ببرن در یه عالمی به نام برزخ، بدنشو ببرن بندازن توی یه گودال، روشو ببندن و برگردن. اصل فکر کردنشو تماشای این حرفا در بهش زهرا برای آدم خیلی سخته، چه برسه به این که سر خودش بیاد. البته اپیدمی ترس تو نظام پدیده جدیدی نیست. تو آلبوم خاطرات فرماندهان سپاه از جبهه‌ها هم کلی از این ترس ها پیدا میشه. این سمت جاده عباس خرمشهر مستقر بودیم. بله. بعد
شب بود ساعت تقریباً 3-4 صبح که اذان گفت، ما بلند شدیم آفتابا رو برداشتیم و بریم حضور بگیریم. ما حرکت کردیم، تو حرکت کردیم دیدیم صدای سوت اومد. صدای چیه؟ من حساب کردم این همه فاصله سوت خمپاره اینجا من میشه. دوباره یه ذره وایسادم وامیسادم، صدای سوت قطع میشد، حرکت میکردم صدای سوت میومد. یه مقدار دیگه راه رفتم، شروع که باد اومدن، وایسادم دیدم میگه نگاه کردم دیدم باد میفته تو لوله آفتابه، صدای سوت خمپاره میده، کلی بارو ترسونده. هرچی ترس بالا میره ریزش هم تو نظام بیشتر میشه. بعد تو جلسات بسیجی ها یه چنین یادداشت هایی میاد روی میز. یکی از دوستان نوشته که پروردگار را ماه رمضان را همانند جام جهانی هر 4 سال یک بار و هر بار در یک کشور برگزار فرما و ما را هم در مرحله مقدماتی حذف بفرما. شعار مرگ بر انگلیس تا دیروز ترجیبند همه نمایش های جمعه تو نظام بود. اما حالا در حالی که هنوز شیخ فری روی کار نیومده و حلیم ماماشاد رو بار نذاشته، این یارو سخنگوی وزارت خارجه نظام از هول حلیم افتاد تو دیگ و به مناسبت تولد نبیره ملکه انگلیس سوت میزنه. چه سوتی! من تبریک عرض میکنم خدمت هم ملکه محترم انگلیس و هم ولیعهد انگلیس که ایشون دارای نوه شدن. قبل از اینکه این بسیجی ها قات بزنن، سری تیویریش خفت طرف رو میگیره، یه تابلوی توقف میکاره جلوش. چه بامزه شد یهویا، الان چرا اینجوری شده وزارت خارجه ما داره به ملکه و ولیعهد انگلیس تبریک میگه؟ اه؟ چی شد یهویی؟ مراقب باشیم، ما معمولا سرعت زیاد سر پیچ باعث چپ کردن. البته نوربالای این عراقچی برای انگلیسی ها خیلی هم بی مقدمه نبود، چون قبلش خبرهایی بود که آیت الله جک استراف کفش و کلا کرده که برای مراسم تحلیف شیخ فری خودش رو برسونه، اما همین که خبرش درد کرد نیومده راهش بسته شد. برای مراسم تحلیفه که گفته میشه آقای جک استراف وزیر خارجه سابق انگلستان دعوت شده به مراسم، یه خبر منتشر شد که گفتن که از توی دفتر آقای روحانی دعوت شده ایشون به مراسم و بعد داره تکذیب شده. آقای روح الله حسینیان از نمایندگان مجلس گفته بودن که اگر آقای استراف مجلس بیاد در مراسم تحلیف با گوجه فرنگی ازشون استقبال میکنیم. یکی از نمایندگان ادوار کلیه کسده گیری کسی کلیه کسد شده. بله. بعد من چند روز پیشم میرفتم دیدم که از این تیرکمون سنگی ها دارن میفروشن، منتها مدل جدیدش اومده. بعد داشتم این فکر میکنم که برای پرتاب گوجه مثلا مثلا این گوجه کوچیکا هم میشه گرفت بذاری توش، وگرنه برد دست خیلی زیادی میخواد که ته مثلا از یه جایی مثلا از این سر سالن تا اون سر سالن بخوای بزنی، برد دست زیادی میخواد برای پرتاب گوجه، مگه اینکه مثلا بری جلو اینجا بزنی صورت یارو. آره گوجه خورده بعد سفت هم باشه، اگه سفت باشه که خب مثل سیب زمینی شاید یه خورده گوجه سفت باشه آسیب میرسه. در پایان 30 ثانیه روپایی هنری با هم ببینید.